چند بار صدات کنیم خانم میرزایی؟ هی محترمانه محترمانه، تا کی محترمانه؟ شما با این هوش، با این توانایی، این کارا چیه؟ خوب حیفی، هر کاری باید به آدمش بیاد. به حرفای ما فکر کن، خودت بیا دقیق با جزئیات بگو چیکار میکنی، کجا میری، با کیا ارتباط داری. خودت بیا خبر بیارم. همچین حرفی زدم؟ خودمون نمیتونیم خبر بیاریم؟ ذهنت همین جوریه دیگه، دنبال همین چیزاست. چه جوری بشه مثلا یکی رو دور زد؟ اگه میگیم حیفی، به شعورمون برمیگرده، میگیم که زندگی بهتری داشته باشی. بله خوب، بله موسیقی خوبه، این کارا که میکنی خوبه، بهت هم میاد، مشکلی نیست. مشکلی نیست مشورت بدی به کارخونه آب معدنی، میدونیم دیگه، خیلی چیزا میدونیم. نمیخواد شما خبر بیاری، ما فقط میگیم همینا، آموزش موسیقی، کارخونه، اینا در شأن شماست. ولی کارهای دیگه چی؟ همش که همینا نیست. میخوای یکی یکی بگم کجا میری، چی کار میکنی؟ اگه مدرک چیزی داشتین که الان من مثل مهمون نبودم. مشکلی هست، آروم میرم میام کار خودم میکنم. مشکل قانونی اگه هست بگین حلش کنم. چیزی میدونین که من نمیدونم بهم بگین. ببین خانم میرزایی، ما کارمونو بلدیم، با کسی هم تعارف نداریم، پول میگیریم که حواستو جمع کنی. بده که همش بیافتیم دنبالت. مشتری میفرستن به خدا دنبالتونن. دنبالم هم که باشن تو باید کار خودتو بکنی، کنارم هم باشن که هستن تو کار خودتو میکنی، بگیرنم هم تو کار خودتو میکنی. کارت
شل بر بعد تصمیم گرفت. ابتکار زده. یه خاور گند زده توش. خاور شما میگی تو روز روشن من عرق بفرستم بیرون؟ بله. الان خطریه خب. مگه چیه؟ آبه. کسی میدونه اون تو عرقه؟ بار کارخونه است. دلم میخواد تو روز روشن خاور پر بره خالی برگرده. زیاد کشید. 15 تا ضرر زد. اینجا نگرد. دفعه دیگه میندازمت بیرون. موبایلا چشم آقامی باتیش داری آقامی؟ زود باش باتیش دارم از آقامی باتیش آقامی غفور برو آقا این طرف شی غفور جان پشو چیره؟ ساکت بشو آروم برو آقا بگو محمد امین صاحب زاده است و اسم پدریم سخیداد است. به تولید 50 بچه دار است. من بیرون زندگی میکنم، اقتصادم نمیشه. من میخوام آلمان برم. من ایسا حسینی هستم از ولایت غزنی. 41 ساله هستم، یک تا زن دارم، یک دو دختر 5 ساله دارم. هر چی کار میکنم میتونم برم نمیشه. باشه، آروم باشی. آروم باشی. ما دو ساله در این ساختمان کار کردیم، از هزار بدبختی و بیچارگی رو دیدیم. تو که تازه آمدی داره قلب ما پاره میشه. هزار بدبختی زن و بچه ما داره. تو خبر داری؟ اینا هولم باورشون نمیشه. ما خبر آمدیم نمی کنم. کار من نیست. یعنی چی شده مگه؟ حوصله شو ندارم. قطعا یه رای واسه شما داره. از این کارا نمی کنم دیگه. یعنی چی نمی کنم؟ اینا رو تو جمع کردن زیارت هم بخوای ببری بهت شک میکنن. نمیشه. میخوای ببریشون فرانکفورت 17 نفر. خودت باورت میشه که بشه؟ یه کاریش بکن. اینا گناه دارن. پول زیادی دارن میدن. خودت که دیگه التماس میکنن. به دردسر اعصاب خردیش نمیارزه والله. خودت که دیدی ناراحت شدی، چیزی بهت گفتن، بهت برخورده. اینا اصلا حرف نمیزنن. من برای اولین یه زن میبینم قاطی میکنه، احساساتی میشه. نمیتونم. حالشو نداری یا نمیتونی؟ نمیتونستم که راحت تر بودم کلا. الانم راحتی کاری نداره که. شما هیچ کاری نکن، من میکنم. چون من اینجوری نبین، یه کاری از دستم برمیاد که خدا میدونه. من اینجوری عمل بنا نبین اینجا. یه جنمی دارم، یه خریم. اصلا خیلی از این کارا زنونه نیست. من هر چی فکر میکنم یه یوغور باید کنارت باشه. دست درد نکنه. سرت درد نکنه. ما با هم دیگه باشیم خیلی کارا میتونیم بکنیم. چه آلمانه تا آمریکاش هم میبریم بی درد سر. مطمئن باش دفعه بعد میگم یه کشتی آدم دارم. پول خوبی توشه. فقط کافیه من و تو با هم باشیم. شما رفت دارم ما آره؟ آره میزایی. فکر کن ببین چی گفتم. گرفتی آمارشو؟ چیزی برای من امیرز داره. این ثبت نشده. خط تلفنش هم به اسم زنشه. شمارش دست خودشه. پرینت تلفنش هم عادی بود، چیز خاصی نداشت. نوازش هم وضعش چطوره؟ خوبه، زرنگه. بهش نمیاد ولی خوب کار میکنه. پولش هم از این منور در میاره. یعنی چی؟ کارش چیه؟ پیمانکار دیگه، بساز بفروشه. از این منور چیه؟ مساله دلالی. همین؟ تازه اومده تو این کار؟ نه، چند ساله. باباش هم بساز بفروش بوده. خانوادگی بهش نمیاد. چند وقت سر این ساختمونه هست؟ دقیقش باید آمار بگیرم برات. حدودش چی؟ دو سالی میشه. یه جوری این امیرم دیگه. پول پولکیه خیلی. به خیال راحت باشه. امیرو برو. کار شده من دست اوکیه. من پیاده میشم اینجا.
از اول از اول از اول نم سکته اینش I don't know. Nothing is safe. What is it you have to say? Could they be watching us now? They could if they wanted to. Azar, please fix things for Mostafa. I don't do that anymore. Mostafa has to come. It's been too long. He can't stay there any longer. So he has to do his military service. 2 years is too long. Everything will fall apart. Find someone new or deal with it. Azar, please, Azar, I beg you. You can't buy him an honorable discharge. Your only hope, please. We'll do whatever you want. Stop begging. No, I just can't. I don't have time for this. No, I beg you, please. I have to go. مجتبا براتی نه همون مجتبا صدا کن مجتبا جان تو آلیس اسکایپ شطور نمیشه ببین همه بیشتر میگیری ولی معاف میکنی دیگه نه کار نمیکنم بستمه برای چی این همه را اومدی اینجا بادم هوا بخورم نمیخوای برگردم خب یعنی چی الان چیکار کنی یعنی با هر کی کار کردی گفت سی چرتا بدون کلاشه کیست هم فقط اعصاب و روانی روانی خب اینجوری معاف شدم که خیلی زایه است چرا جای چیز نمی‌نویسن تو پاسپورتت یه کده حالا چیز جای روانی مقانی دیگه چیکار میشه کرد احسای عصف کلیتو بده بره ثوابم کرد همینجوری هم بدنم نمیکشه اون نشد به هر حال با هر کی خواستی کار کنی پول رو زود بده که سری کارت حل بشه آها سری خوبه من میخوام کریسمس اونجا باشم میتونی یا نه خودت هم باید کمک کنی دکتر ممکنه چیزایی ازت بخواد اگه نمیتونم بترسیم ببین اینا همه اوکی هیچ مسئله نیست من فقط میخوام زود برم یه کاری کنی زود بتونم برم قیمتش زیر 100 تا نیست 100 من اگه خودم بخوام کار کنم که نمیکنم که زیر 150 نمیام چرا از اول نمیگی 150 تو که هی میخوای آروم بکشی روش هی زنگ نزنی بگی چی شد به اونم بگو نیاد رو اسکا اوکی حله چه کاری تو داری باباست دیگه بابا دست من بود که همینو شده بود پیست پارتینگ اون برم میخواستیم گلف کنیم نمیذاره که چند الان شد تو مشتبه براتی با این دختر خارجیه یه مسئله دارن ها اولا که دختر اسمش آلیس نیست تو پاسپورتش سامانتا همون سم قبلا سم بود حالا بهش میگن آلیس این آلیس به تهران گرفتنش الان بهش مشروب شدن دیگه نمیتونه بیاد ایران مشتبه باید بره پیشش و اصلا انگلیسی نیست رفته اونجا پناهنده شده مشتبه هم هیچی نمیدونه به جور بود بچه هم داره دختر 6 سالشه احمق مشتبه خبر نداره این مشتبه چند تا خط داره خب اون 912-186 مال باباشه خودش از این اعتباری ها داره باباش خیلی پول داره ولی خودش خیلی بیورزه است اینه که علکی براش وقت نذار کار شدنی نیست دوبار رفته تو معافیشو بگیره نشده دیگه هم نمیشه اینا نگفته برات نگفته کارشو شروع کنیم براش دیگه
مشتبه رو نرو توش بگو نه درد سر میشه برات. سلام خانم. $32 بفرمایید. چک کردم. این کارتا رو میشه بذارم اینجا بدیم به مشتریاتون؟ اینجا جای تبلیغ نیست. میریزه گم و گور میشه. بله، حق دارین. ببخشید. بدیم من حالا. خیلی ممنون، لطف کردین. شخصیه. خیلی وقت اینجایی؟ 3-4 طبقه‌اش هم پنت‌هاوس، همه چی تکمیله. کمل نیست آدمایی که اینجا برات کار میکنن؟ نه بابا، نسبشون هم زیاده. میخوام چی کار؟ چی شد؟ پاسپورتاشون جوره، فقط 30 تا بدن برن. چه عالی، از کجا شروع کنیم؟ تموم شده. تموم شده؟ فقط پولو بدی. یعنی چی باید پولو بدیم؟ پس من چی؟ تو ما... چی؟ قرارمون این بود که تا یه جایی برسونیم کارو، بعد ما پول رو کنم. نه، می‌خواستی بشه که شد. من باید تو دل جریان باشم، بدونم داریم چی کار میکنیم، کجا میریم. دل اینجا باشی برات بیشتر مفیده. بس نیست. 40 تا بگیر، 10 تاشو بردار. اینا 30 تومن هم نمیتونن جور کنن. چه جوری؟ چه اصلا قرار ما پول نیست که. قرارمون بود که به من کار یاد بدی، من کارو یاد بگیرم. پروژه بعدی بیا کارآموز. قیمتش اینی. درسته. نرم فرانکفورت، برگردم قندهار. آخه چه جوری درست شد؟ چرا به من درست حرف نمیزنی؟ من باید بدونم. سر زیادی داری میزنی، اعصابم به هم ریزه. برو کنار. چرا من برم؟ چه تو کیو داری که میتونی با هواپیما برو؟ چه خوشگل میگی به تو، چه حال میکنی؟ میخوای یا نمیخوای؟ چرا نمیخوام؟ بذار یکیمون دو تا بشه. چرا با من کار نمیکنی؟ بذار شریک بشیم. دونه بدونه دیتیل وار رطوبتی میریم جلو. سیتونم زیاده کمش. همون 25 تا، من 5 تا تو. بده کار نکرده داری 5 تا گیرت میاد. صدا بفرستم برای تو پیتزا، اون وقت اون جذاب جوگندمی لم بده پشت فرمون خیلی راحت، آمار غلط هم بهت بده. اگه از من آمار میگیری بهت میگم الان هیچ کاری نکن. همیشه خودم گفتم کار کن، حواستم هم بهت بوده، گیر نیفتادی. اون امیر پیمانکار نیست، مشتری هم نیست، میخواد سر از کارت در بیاره. پلیسه. الان همه پلیسن. و تو میری مشتری میگیری، تو همون مشتری یا پلیسه. اینا رو بهت میگه اون جوگندمی؟ نمیگه. کار دیگه داره بات میکنه. مشتری نگیر الان. قربانت، فقط صدا رو دلیت کن. به چه درد میخوره بزرگیش؟ فقط دلمون خوش بزرگه. چه فایده؟ نداریمش که. چی میگن حالا؟ چی نمیگن؟ هر دفعه یه چیز. کارشونو کردن دیگه. چی بگم؟ دستمونم به هیچ جا بر نیست. ببخشید. این خبرام نیست دیگه. یعنی اینقدر بی در و پیکره؟ نیست. ان شاءالله که نباشه.
حقمو خوردم. ظلم شد بهم خیلی. بی انصافی میکنی. سختی هست اما ظلم دیگه نه. مال ماست اینجا ولی مرده توشه. زمینمونو کردن قبرستون. مادر خود من اینجا خاکه. من که نمیخوام به مرده ها بی احترامی بشه. منم نمیخوام. چند سال مادر من رفت اومد. شهرداری، اوقاف، آخرش دق کرد. وصیت کرد. منو زیرم که زیرم. تو نگران نباش. اینجا رو پس بگیر. خودم هم خیلی رفتم، اومدم، وکیل گرفتم، شکایت کردم. میدونم هم که چیزی نمیشه. شما خونه آخر منی. من کار خلاف نمی کنم. مگه من میخوام کار خلاف کنم؟ شما کمکون حقمو زنده کنم. چی داری که باش حق تو زنده کنی ها؟ یه جور باید بگی این زمین مال توئه. باید قانونی حرف بزنی. عزیز من این ملک آبا اجدادی منه. این زمین مال ما بوده، مال آقا جان من بوده. نسب به نسب چرخید رسید به من. شد قبرستون. قبرستون با صفایی هم است. واقعا. اصلا این کوچیک آرامشش بیشتره. آرامشش بیشتره. تو زمین من مرده‌های مردم رو خاک میکنن، پول کفن و دفن میگیرن، درآمدشون هم خیلیه. زمین مال منه؟ هیچ. پول مال اونا. خودتو ناراحت نکن، به جایی هم نمیتونی برسی. اونا هم وظیفه‌شون رو انجام دادن. خب اینو که چند سال همه دارن بهم میگن، شما چه کار میتونی برام بکنی؟ من تا یه جایی بتونم یه کارایی بکنم، اونم قانونی، بتونم کارتو سریع جلو بندازم. خب مال منم قانونیه، دستخط، استشهاد، همه چی دارم. با اینا نشدنیه. به جای این کارا دلتو بزرگ کن. بعد یه زمین بی مصرف رو برداشتن کردن قبرستون. خدا خیرشون بده. بخشید و نفستون از جای گرم بلند میشه. یه جوری حرف میزنین انگار هیچ جاییش مشکلی نیست، همه چی گل و بلبل. برای شما که بد نبوده. ولی یه زمین تمین ریختی. به جاش برکتش میاد تو زندگی. شما دیگه این حرف رو به من نزن، بد نمیاد اصلا. میگی صاحبشی دیگه نه؟ منم باور میکنم. اونا رو چی کار میکنی؟ مرده ها رو چی کار میکنی؟ بیدارشون کنیم بگیم ببخشید ملیه خانم زمینش رو لازم داره، فعلا بلندشین برین جای دیگه بخوابید. نمیشه که خوابم. او بوا او بوا دیگه او بوا او بوا او بوا یه دور دیگه بگو او بوا. آفرین. تحدیث اینو میکنی؟ خوبه. باریکلا باریکلا. یه کار دیگه هم داری؟ رو ساعتی بهت پول میدن یا روزی؟ شما هر جوری دلت خواست بده. جلسه ای بده، اصلا نده کادو. شما کارت چیه؟ از مشتری های سازت هم همینو میپرسی؟ نه اونا معلومه چی کار میکنم. آها ما معلوم نیست. نه معلوم نیست. یه پولی دارم تو بانک. اون که پوله. کارت؟ فعلا هیچی. قبلن؟ قبلن هم هیچی. بیکاری؟ راننده هم داری؟ پول زمینم زنده شه، میخوام فست فود بزنم. فست فودو که همه میخوان بزنم. کارت میشه ولی من نمیکنم. نمیکنی؟ نه، باید به دردت هم بخوره. خدا رو خوش نمیاد اینجوری در حقت ظلم کردم. مفخورتر میشی. آه هرست گرفته خانم، هرست گرفته. خوبه والا زنی که معلوم نیست میه چی کاره از کار درست کنه. مطربه نشسته منو اینجا ارشاد نگردان غفلی. به تو چه مربوطه؟ کتکو که باید میخورد. رفت دیگه نمیاد. نیاد. زیادن از اینا. از اینا زیادن؟ حالا چیکار کنم؟ رفت دیگه. زنگم که نمیزنه. کتک بخور زنگم بزنه. فروشاری خوب بود. مجتبی و امیر هستن. بس همه فعلا. میگه مجتبی. چند بار بهت بگم اون اسمش سوخته روش حساس شدن. مثلا پولمون کجا؟ پول این کجا؟ این زمین 15 20 میلیارد تومن پولشه. یه دونگه شمت برسه خیلیه. حالا چرا هی تو میگی؟ دیگه موضوع تموم شده است دیگه. رفته برم نمیگرده. برگره به نفعشه. ما
مزاحم میارزه به چهار تا فوش و کتک. زنگ میزنه یعنی؟ تو چرا خودت زنگ نمیزنی؟ من زنگ بزنم به اون؟ هرگز. خدا رو شهید، شاید هم خودش زنگ زد. باید زنگ بزنه، از من معذرت بخواد، از دلم دراره. بخشنه میخواد به پول بده، زنگ بزنه، معذرت خواهی بکنه. خب کوتاه بیا دیگه. نظر تو چیه؟ برم؟ آره، من میگم کار کن، ملیه رو برو. حالا داریم چی میشه، زنگ میزنه یا نه؟ اگه زنگ بزنه که معلومه که مشتریه دیگه. نه؟ مرسی که هستی، قلب من مال توه. مرسی که هستی، چشم من مسخ توه. نداره شعرت، موزیکت، تنظیمت، همه با هم جفت و جوره. میدونم. بگو چجوری شش ماه به اینجا رسیدی تو؟ تموم کردم. فقط باید بیام بیرون. فقط باید بیام بیرون. یعنی دیگه فکر نمی‌کنم چیزی مونده باشه. خب تموم شده است برام. خودش کار میکنه، میترکونه. نه چی نمیخواد. نمیشناسنم، از این دارم میخورم. مگه داریوشو کسی میشناخت اولش؟ داریوش فرق میکرد. به اون موقع کسی نام دیگه داریوش بود، یه بی بود، یه معصی دیگه. الان همه میگن خواننده شن. دست زیاد شده آذر، میدونی؟ بعد برام سر صدا کنی. یعنی درستی باید بیام بیرون، بیام بترکونم. اینجوری که همینجوری میخوام تو هم باشی. ولی فصل فصل چی؟ کی میخوای بیای بیرون؟ پاییز که کتک بزنم رو سن و اینا. خیلی پاییز مالزی باشه. نه مالزی که نه، اول که ایران، اول میلاد، برج میلاد پرچم میکارم، میترکونم قشنگ. میلاد قشنگ میام اندازه ایران. اندازه به من بده چقدر میخوای بیای بیرون. ازم هم نتونم بیام بیرون، از در میام بیرون بپاشم مردم دورن شلوغ، میدونی؟ اذیت شم. توضیح اضافه نده، فقط ضبطش کن. ضبط یعنی این هیچ خوندم دیگه. این به درد نمیخوره، این زنون است، این صدای زنونه، انگار مرغ داره تخم میذاره. احساسی خوندم قربونت دونم، چیزا نمیفهمم. یعنی تو احساسی میشه صدات اینجوری میشه؟ ما همه همینیم، همه خوانده خونده همینن. صدا حرف زدنشون با صدا خوندنشون فرق داره آقا جون. همون شجریان میشستی باش حرف زدی، اصلا حرف میزنه انگار بچه 9 ساله داره انشا میخونه، آواز میخونه، برگت میریزه. اینه، همه ما همینیم دیگه. قول نمیشه هر اونجوری نیست. تو حرف میزنی برگم میریزه. بخون، درستش بخون. الان چی مثلا آرت بیشتر من میفهمم؟ اون که معلومه. ما جمع کنیم بریم خونمون دیگه. تو که خونت هستی، من اومدم بیارمت بیرون، ولی اینجوری فایده نداره. بشین قشنگ کار کن. خوبشو بفرست. زرزرمه به من زنگ نزن. وای برم من پکوندی. خیلی کار زشت داری میری بابا. یه دقیقه بیا بشین وایسا. بیا قشنگ چشاتو به من تمرکز کن. برو تو شعر میگیرت. این خیلی درست. هر دفعه همینو میگی، هی من میکشونی الکی اینجا، هیچی به هیچی. برو خوب کار کن، لحظه ای که داری میخونی به من فکر کن. صدا مردونه در صدا مردونه چی؟ اون حسی خوندم یعنی چی صدا مردونه؟ Isn't it, Samantha? Or you prefer Alice? Yes, I do. I'm sure it's not easy being a refugee. No, it isn't. But money makes things easier, doesn't it? Yes, it does, but I don't have any. You have nothing to worry about. Mojtaba has more than enough. He can provide for you. He can even offer your daughter a life that her real dad could never do. What's that? It's not what you think. I'm not like that at all. My daughter was a blessing in disguise for me, and I could never give her up. I came to Manchester to get away from everything. Mojtaba cannot know. I tell him in my own time. Samantha, you're going to have to give something up. Money. If not, I will tell Mojtaba everything that he should never know. And if you do tell him, I will find out and I will put a stop to it all. Life in England isn't as great as you think. Most of us family have money. What do I have? Good night.
ازت پول میگیرم که بگم الان کار نکن. کاری به آمارای جوگندم ندارم. اون ملیه زمین و ایناش قصه است. پلیسه. زنگم میزنه خودش. هرچی میگم برعکسشو کار میکنی. باز مشتری گرفتی. دلت میخواد جلو چشم خودشون کاراتو بکنی. هیچی هم دستشون ندی. کاریت هم نتونن بکنن. الان همه پلیسن. نکن. بشین خونت. قربانت. فقط صدا رو دلیت کن. میفهمیم چه فرقی میکنه این آب دیگه خانم. یه لحظه است میریزن میگیرن ها. اونو جوابگوش من باید باشم. شما مگه من نداشتی همه کاره برای این وقته گذاشتی دیگه؟ چه غلطی کردم من اینجا فقط مشاورم ها. اگه بیان از من سوال کنن در جریان نیستم. بگیرن تو رو میگیرن. اگه میخواستم بگیرن تا الان گرفته بودم خانم. الان میخوان بگیرن. الان دنبال منن. من با همه چیزو به تو توضیح بدم. مشتری فرستادن واسه من ردگم کنی مرد که پیمانکار. یه زنه رو فرستادن دیگه واسه خیلی رد گم کنی. خب نباشین. الان یه تایم میبریم بیرون. بریم مسافرت. اصلا بریم خونه. میشه فقط حواستو بده به کارت. مجبور شم اینجا رو ببندم. چشم. کوتاه‌تر اینجاش. سریع‌تر برو بالا اینجا رو. الو شما؟ نه نداشتم تلفنتون رو. ملیه خانم خوبی؟ خواهش میکنم. باش فردا میبینم. نه خواهش میکنم. خدا بازم ببخشید اگر اون روز من بی حرمتی کردم. سوی تفاهمی شد. واقعا دست خودم نبود. نه بابا معذرت میخوام. منم از کوره در میرم دیگه. حالم دست خودم نیست. خیلی هم اشکال داریم دیگه. گل بی عیب خداست. بله دکتر میرم با هم خیلی حرف میزنه. البته از طرفی هم آدم با اونایی که دعوا میکنه بعدش یومینی خیلی هم صمیمیتر میشه. بله منم همینطورم. صمیمیتر میشم. رفتارمون با هم خوب میشه. انگار نه انگار اتفاقی افتاده. عین دو تا خواهر میشه. بله نه نمیتونم. وقت دکتر دارم. تو راه هم الان. نه آدرس میدم تو بیا اونجا. به فکر کارت هم هستم. میشه براش راهی پیدا کرد که زودتر پولشو ازشون گرفت. خدای شالا اندازه دلت بهت بده. یعنی اگر مشکل این زمین حل بشه انگار آب رو آتیش دل من آروم میشه. میگیره. حل میشه ایشالا. آقا بعد از پیچ من پیاده میشم. چطوری خوبی؟ بفهمی یه لحظه بهش بگو اجازه دارم. دکتر خانم میرزایی صبح از خواب پا میشم شارژ سر حال دوش میگیرم شروع میکنم ورزشمو میکنم ولی خیلی زود روزم تموم میشه. مایوس کننده است. دلم میخواد کار داشته باشم برم سر کار ساعت 8:05 بعد از ظهر برگردم. دلم میخواد اصلا وکیل باشم تو این راهروها راه برم کفشم تق تق صدا کنه. این وضع برام خیلی بده. راضی نیستم از زندگیم.
یه سری مشق هست من بهت میدم که باید انجام بدی. هر چیزی که ناراحتت میکنه، خوشحالت میکنه. در ضمن یه سری نقاشی هست که باید رنگش بکنی واسه من بیاری. خب نقاشی به من میدین شما؟ من دارم از مسائل خیلی جدی تری براتون حرف میزنم دکتر. الان مسئله من واقعا این وسط روزمه. درستش بکنم. مگه خبر ندادم که من به خاطر تو رفتم از اول نو صدای خودم خوندم قشنگ کلفترش کردم برای هر کی گذاشتم همه گفتن تو احساسی و با اختلاف بهتر می‌خونی. صدای مردونه دیگه تموم شد آذر، هیچ کی صدای مردونه نمیخواد، داره دیر میشه، مردم یه ذره احساسات میخوان، من دارم احساسی میخونم جان. بریم بریم چاک چاک نیست. چی میشه حالا یه دیگه معلوم شی؟ خیلی بد میشه؟ مسخره میکنی؟ آره تو کارم بکن دیگه، طوری نمیشه که هم معروف شم برای خودت خوب میشه. کار میکنیم. خب خب پلن چیه؟ پول بده. پول که اصلا من تو هم مشکل پولی داریم، همین الان میخوای برام هرچی من میخوای بزنم به کارته. خب بعد هر کاری میگم میکنیم. هرچی بگی. 80 تموم شد. 80 میلیون. ولی اسم خودتو بذار جای من، نمیخوام چیز شا. رو دیدی به یکی 80 تومن بدی و یارو بذاره بره، جوابگوی ما کیه؟ نمیخوام مثلا بگم مثلا چه ببین برم. یه دقیقه این بغل نگردا یا کجا میری؟ محکم کن آقا، کابیستاتیلین گش کن. زود باش سیمان که نمیریزی. بکشیش یه خورده. شونه چپتو بیار بالاتر. صافش کن. دهنتو ببند. دندونات معلوم نباشه. ببند اون دهنو. پاتو باز کن. برو پایین. پایین تر. پایین تر. تا کجا بره؟ بعدی بعدی گوشت معلوم نیست. گوشت بیاد بیرون قشنگ. بیا انگوش بزن. بیا یه انگوشت دیگه. بعدی بعدی باسه.
تموم شد؟ به دردت خوردم نه؟ مغروم به صرفم برای من همین بوده نه؟ نه کار دیگه هم ازت برمیاد. خسته نباشیم. آفرین خوب بود. کارات زشت قشنگا. یعنی آدم زنگ میزنه الان میتونی بگی دیگه. کارت کنسله. برای چی کنسله؟ من میگم 80 میلیون پول میخوام بدم. یه رسید به ما نمیخوره. بگو نه اصلا من با تو این حرفا رو ندارم. رسید منو نگیر. همین مونده بود تو دنبال من بیافتی. کار دارم. چی کار داری؟ به تو چه؟ نه یعنی منظورم اینه که اگه کاری داری من هستم. جایی بخوای بری من میبرم. تو باید بگو کجا؟ من با کله در اختیار. برو بشین خونه بخون. اون شباز شبا میخونم روزه با تو هم دیگه میبرم ات میارم ات. ما زلزله چطوره؟ اسم آمازم زلزله. خیلی خوبه. خیلی خاصه بعد تو زمینه شهر به هم نریزه. اصلا برنامه هم همینه. فقط یه نگه کاریش بکن تو اینو راش بنداز آذر. تو اول خود یه تکون بخور. من تکونامو خوردم. تو الان هسته مرکزی این زلزله. من میرسونی؟ جان آره نوکرتم هستم. باید بگو آریا بیا آریا میاد. بعد تیک میزنی. بعد عشق هم هستی معلومه. عاشق هم نشو برو. ان شاءالله که حاجت روا بشید. خدا به حق ام البنی گره از مشکلات همه باز کنه. به حق فاطمه زهرا خدا مریض همه رو شفا بده. مریض شما رو هم شفا بده ان شاءالله. بفرمایید خواهش میکنم. بفرمایید تعارف نکنید. مهمون آقا اول فضل. بفرمایید. بفرمایید. خوش گذشته بهتون. آره خیلی جالبه. ان شاءالله به سلامتی کارو شروع کنید. منم جور میکنم. یه چیزی باید بدیم. بخواییم در اون بر برم. باید جیبم پول باشه توش. 200 تومان از کجا الان بیارم؟ مثل 20 تا حد دقیقه پول زمین انتها. والا کوتاه زمین شما. کاری نداره بی خودی واسه خود گندش کردیم. آخه من اگه 200 تومان داشتم فست فودم و راه مینداختم زمین نمیخواستم دیگه. بگو بهت بدم. کیا؟ اینا. اینا که؟ چرا؟ الان دارن همه صاف آماده کی دارن راحت بهت کمک میکنم. اینا اصلا نباید بفهمن که بابا درست نیست. مگه با هم نیستیم؟ با هم چیه میگی؟ با هم پول ندارم الان. تو چرا اینجوری شدی؟ خوب بودی که من الان میگم اصلا نمیگم توی میگم یکی از نیازمنده هر کی به واسه خودش کمکش کنه. بلش کن بابا اصلا بلش کن. من نمیدونم چرا دوباره با شما وارد صحبت میشم. خب نشو پول دادم اصلا چه کار میخوای بکنی؟ تو ندی مغزم را نمیفته.
دونگ بدم، شریکت کنم، دونگ بردار از زمین، اینطوری که بهتره. پول نقد؟ پول ندارم، صد تاش هم نمیتونم بدم. کانسل پس. هی دارم آبروداری میکنم، هی خودم رو میخورم، چیزی نمیگم، دوباره عصبی میشم. شوهر کنی درست میشه. امتحان کن دوباره. فنرش نیست. این تیکه رو ول کن. برو از سر بگیر و بعد برم خونه برات درستش کنم. شب تا حالا نمیتونم درست بشینم، نه بخوابم، تمام اینجا هم تیکه تیکه شده. عمل پلاستیک حلش میکنه، بخیه میزد که دیگه نمیشد خودزنی. الان بریم اونجا یه چیزی بفهمم، بپرسن چه خاکی سرمون بکنیم. اونا همه هنگن، فقط اونجا حرف نزن، هرچی هیچی نگی بهتره، کیست هات تره. عمل کرده؟ کی؟ آلیس فیسو. نه بابا، نشراله، از 12 سالگیش مدل بوده. خوشگله. مشکل که وحشیه، بیشتر وحشیه. خیلی به هم تا حالا اینطوری شده بود؟ آرامش گرفته، الان آرومه، الان باید بمونه. چی شد اینطوری شد؟ نمیدونم چی شدی و کاسه رو برداشت افتاد به جون خودش. چند وقت بود خوب شده بود اصلا. دکتر میگه باید بستریش. نمیدونم نکنه اینجا حالش بدتر شه. خانم اینجا بهش میرسن درست حسابی؟ دکتر کارشونو بلده. یه وقت به این بچه شوک ندن، ضعیفه. حالتون راحت جان؟ حالتون راحت باشه. پدر مادرش هم نیستن خانم. شما فقط این رو بد جور شد والا. خدا میرسونه، زندگی سخته، وضع مردمو ببین. چی شد اومد تو حسابه؟ آروم گرفتی؟ کاش میشد آروم گرفت. چی کار کنیم الان آذر جون؟ کجا بریم با هم دیگه؟ بیافتیم با هم دنبالش که زود حل شه بره این مصیبت. صبرم دیگه تمومه ها عزیزم، کلافم. بهت میگم 60 تا دادم تازه میگه بهت میگم. میخوام خودم هم بیام وسط، نمیخوام بشینم منتظر، نمیتونم. اینا رو هم که گفتی آوردم برات. بخون. پول زحمت کشی تو دادی رفت، حیف. اینا که به درد نمیخوره، خنده داره. چشه؟ پیش من آوردی، جای دیگه نه. خب بقیه جایی هم که داریم کاغذاش همین جوریه نی؟ بقیه ارث و میراث تو راحت فروختی؟ هیچ کدومو نخوردن.
عد گیر دادن به این یکی، دست خودشن روش میگن نمیشه. یه جوریه جوری هست جون عزیز، شروع نکن. نمیشه، فایده نداره. خیلی راحت وصله میچسبونی به همه. درست نیست. قبرستونه وامونده سند میخواد. یه چیز محکمی باید داشته باشی که باش سینتو بدی جلو، بگی اینجا مال منه. قبول کنن، کوتا بیان، یه پولی بهت بدن، کاری باش بکنی تو این سن. تو این سن. نصفیشو الان میدن، بقیهش هم چند روز دیگه. کلش 17 نفر که کلشو ندادن، معلوم بدن دادن کلش. غلط کردن، غلط اضافه. اصلا ندادن، تو باید بدی. من کجا بیارم بدم؟ داری دبه میکنی. دبه چیه؟ من ضرر کردم، چوب دو سر طلا شدم، من باختم، یاورو برای من نذاشتن اینا. چی میخوای امیرخان؟ من دارم میگم که کار که یاد نگرفتم، پولم نداشته باشم. خب حداقل یه پول بیشتری بمونه برای من. کارت تو چرا نقدر سفتی؟ رفتیم بالا بهشون بگو پولو گرفتی، من چیزی بر نداشته. حتما. خب اونا هم نمیشناسنت که، بیچاره حق دارن. میشناسنت؟ یه ماهه چجوری بهت اعتماد کنن؟ خودت بودی میکردی؟ سند جور میکنی؟ سند چی؟ یه سند زمین درست کن، دوتایی با هم کار کنیم. سخته. چی؟ سخته. کار کنیم کار کنیم، همین بود؟ به همین زودی وا رفتی؟ من کار کنم تو بخوری. همون پاسپورت تو اینا خوبه، اما هم که میخوام برم پولیشم بیشتره. تو فقط میخوای به من خودتو بچسبونی. من آدم اضافی میخوام چی کار؟ همینقدر بودی، اندازت همینه. میخوای برات یه روز جورش کنم؟ دو روزه، اصلا سه روزه. یه روز این حداقل کار ده روزه. بتونی کاری هستی بر خودت، بعد با هم کار میکنیم دوتایی رطوبتی. همیشه قبلا مولا درز آمارت نمیرفت. باشه الان مولای کدوم درز رفته؟ امیر دو سال نیست سر این ساختمونه، یه ماه اومده. خب یه چیزی اشتباه میشه دیگه. فقط هم کارش گچ و آهک نیست، قرار برام سند بیاره. چه خوب دستش درد نکنه. یکی میخواد کارتو رو بندازه باید گیر بدی بهش. معلومه از کجا داره جور میشه. چه فرقی میکنه از کجا جور بشه؟ ولی هم که پول نداشت زرتیش هست آورد داد. یلکی حساس میشه. این همه کارشون درسته از اون پسر قرتی است. خیلی علافه ولش کن. باش بهم خوش میگذره. فقط خوش میگذره چرا اینقدر وقت میذاری براش؟ کاری به من نداره. کرمش آواز خوندنه، هست واسه خودش. مشتری که داری کار میکنی؟ آره. خیلی هم داره کارش خوب پیش میره. دوست نداشت اینا رو برم. فقط امیر و ملیحه. هر کاری دلت میخواد داری میکنه دیگه. هر کی من بگم نرو میری. راضی نیستی نه؟ پیاده میشم. کدوم وری میری؟ میان دنبالم. الان برنامه ما شد این همش رو موتور. کجا بلدی منو ببری؟ میخوای بریم یه کافی بزنیم یا چیزی؟ خواهی ببرنت باشگاه انقلاب راه بری؟ الان یه چیزی رسیدیم، همینجاست. چی؟ همینجا، اینجا. مرسی. چی اینجاست؟ خونم اینجاست. اون خونه؟ چی دوباره چی میگردی؟ نکنه فکر کردی الان میگم یه بالا. نه، میخوام برسم خیالم راحت شه. حالا اگه اون نظر درست چیه تعارفی کردی که ما اومدیم چایی علی؟
دوبار بهت خندیدم خربرت داشت. جنبت همین بود؟ این کاراته میگم آزرا. انگوشو تو اگه پایین پر رو چی حالا مثلا خونت بیاد بگیم طوری میشه؟ برو پسر خود برو. زشت. اینجا چی کار میکنی؟ من صدات کردم بگه نگو برو عقب همه عقب بفرمو خانوم یه روزه ما اینیم دیگه پاره ای هستی بر خودت دیگه چیه بردی؟ شما مادر خوندی عقب دست ما رو هم بگیر دو تا شما بتونی راحت دیتیل بار بیای جلو کار میکنیم با هم چی گوش میدی به این جدیت؟ داری که کار همه را میندازی الا ما آخه همش حرف میزنی همش حرف میزنی که چی کار کنم میگه همش حرف میزنی ریختی پولا میریزم اونو من نمیتونم بدون هیچی کار کنم حالا اصلا. یه دونه کار ما رو لای مریض انجام بده بره دیگه من به جایی برمی چرا؟ عاشق شش ابروت هم مگه تنت هم میشی چی؟ میشی چی میگی؟ عاشقم میشی، فنم هم میشی، تو کنسرت هم میای، من اون بالا، تو اون پایین. اوکی، تو خوبی. بذار این صدا به گوش همه برسه آذر. بذار همه با این صدا حال کنن، خودشون رو توش پیدا کنن. بعد صدات. بعدی که به جاش حس داره، میگیره آدم. میگیره ول نمیکنه. نه بایدم ول کنیم، این چه هزینش کرده؟ ماشین و خونه و زندگی همه چی براش فروختم. هیچی هم نشدم. هیچی هم نمیشی. ماست نداری؟ ماست هم داریم. نوشابه هم داریم. بدبختی هم میدونی چیه؟ اینکه قبولم نداری. یه ذره قبولم داشتی من وضعم خیلی بهتر بود. حس من نمیفهمی. قبولت هم داشتم مجانی برام صرف نمیکرد. ما نگفتیم مجانی ما هدیه میدیم. اینجوری نیستش که در حد هدیه. گرونم خیلی ادامم زیاده بد ادایی تو هم یه جوری هستی بگیرم یه حالی چه حالی هم دوی میری گمگور میشه نیتونم پیدا کنم معلوم نیست چته هیچیم نیه هیچیم در گمگور نشیم بتونم تو رو پیدا کنم هیچی نیست منو بعد دنبالم اومد تا پیدا کرد اومدم خیلی اومدم نمیشه پیدا کرد بی خود کردی اومدی نه یا هر چقدر بیایی نمیرسی انقدر میام تو پیدا کنم انقدر میام تو پیدا کنم حالا میبینی بیارو نباشه آدم ازدواج نیستم
کجا دالو ازدواج نکردیم؟ به من میاد ازدواج کنم؟ چرا نه؟ چطه؟ خوب من نگاه کن، به میاد زنی کسی باشم؟ یعنی کسی میتونه شوهر من باشه؟ نظر کوتاه بیا، این بیرجیت باردویی. حالا شاید یه وقت دیدی نظرم عوض شد، بستگی داره. به چی؟ به اون کسی که پیدا بشه. من خودم سمباله دوستم، جا افتاده. اخلاق تو خوب کنی شاید خودم آنه من این وز زهرت آوردم. خب من نمیگیرمت، ضعیفی. این کارم بکن، کارم بکن، یه کار دستت برمیاد برام بکن، میتونی بکنی بکن دیگه. چند بادم دنبال میدونم. خیلی خب، اصلا نمیخواد پول بدی. تختت کجاست؟ یکی میذاریم اونجا، یکی این لا. چی؟ یکی هم بالای پرده، دوربین. دوربین برای چی؟ میخوای معروف شی، میخوای بتره کنی، میخوای زلزله بیاد دیگه. خب باید فیلم بگیریم. چه فیلمی؟ یکی رو صدا میکنی، فیلم میگیری، میدی به من، شعر میکنم، لاشخورا حال میکنن، کسی هم دیگه کاری به صدا نداره. چیه؟ مات شدی؟ ها؟ نمیتونی؟ همین بود ها؟ سخته، رود نمیشه، برات بد میشه. آره؟ میگم یه حالی. همه میرسه. نه نمیرسه، ملت تشنه، میخوام سیراب شن، میخوام جگرم خنک شه. بابا جنگ مگه؟ این بار قسمت هر کی باشه، روزی هر کی باشه بهش میرسه. بعد من میدونم این بار یه تا استکان بزنی برونی. من فنرش بودم. نه رگلاژ کامل شده، چوب پنبه‌هاش هم مقدار مشکل داشت. بزنید تست کنید بعدم. حرف زنم شاید گوش بدی. آفرین بهت میگم، با امیر و ملیه خیلی داری خوب پیش میری. قطعا میتونی آبروشونو ببری. اونا هم خرن، راحت میذارن وسط قبرستون بی حیثیتشون کنی. برو ببینم چی میشه.
اون جوی گندم جذابم اصلا و ابدا از جای دیگه پول نمیگیره. آمار غلط هم بهت نمیده. اصلا فکر نکنی تقیش در اومده لو رفته به تو آمار میداده ها. اصلا فکر نکنی داره برای اونا خوش خدمتی میکنه، تو رو گیر بندازه که اونا ببخشنش ها. نه اصلا، اون یار غار توه، ما بدیم، خوبه اونه، هرچی میگه گوش بده. قربانت، فقط صدا رو دلیت کن. باتری تو چرا در بردی؟ خوردی به دیوار؟ چیزی گیرت نیمد؟ من کارمو کردم. چه قشنگ کارتو کردی، آفرین. جستی دیگه، ترس نداره که. بی بگو به من چه راحت میگم، بگو با هم کار میکردیم، بگو هوامو داشتی، بگو هر کاری از دستت برمیمد بر من میکردی، بگو ات پول میدادم. کم بود پولم؟ بو میداد پولم نه؟ اونا باید بیشتر میدن، هوا تو بیشتر دارن. چی فکر میکردی؟ به حرفات گوش نکردم؟ من آدمی بودم که به حرف کسی گوش بدم؟ ببین، من بد نبودم برات، این همه سال آماره غلط بهت ندادم، تو کارتو میکردی، من کاری به کارت نداشتیم، بر این طوری شد. ترسو مشتبا. ها سرینو بپوش. اینا چی آخه بابا، همه چی بو گن میده دیگه. ببخشید دیگه، قارچ نگیرم، معلوم نیست اینا تن کی بوده که. آخه این بوی لباس شوییه، چیز بدی نیست که. بیا تیمبرلندم برات پیدا کردم، قشنگ بپوش با رغبت از ته دل. خب بابا آروم، معلوم میشه مال خود نیستا، میفهمم. این خوبه مثلا؟ دهن تو باز کن. این چه؟ اه؟ آرومت میکنه. اونجا یه کارایی هست که باید خودت بکنی، نکنی معاف نمیشی ها. من همه کاراشو کردم، حله. فقط اون توی اون تو نمیتونم بیام. همش همونایی که با هم تمرین کردیم، همه رو بلدی، صد بار با چک کردم. فقط حواستو جمع کن، اگه یه وقت چیزی یادت رفت جواب سر بالا میدی. تو میتونی. پرونده بیمارستانت، گواهی پزشک، ساعتتو در بیار. در ساعتتو. چه اینجوری میکنی؟ چته؟ اگه نمیتونی همین الان دور بزن برگردیم. میترسم خراب کنم. نه بی خود میترسی، الان وقتش نیستا. خالی کردی؟ همش همونی که با هم تمرین کردی؟ همه رو بلدی، افسرده‌ای، بهشون نگاه نمی‌کنی، تو خودتی، زیر بارم نمیری، میگی بر من حرف در آوردم. ترس نداره که، برو پارک کن بیا، من جلوتر میرم. خب مشکل شما چیه؟ من حالم خوبه، خانوادم به زور منو فرستادن اینجا، به زور بستری میکردن،
میگن صدا میشنوی، چیز داری، فرینی که نمیدونم، هی یه پاپوشیه من فکر کنم برای ارث و بیزنس بابامه، ولی من خودم به نظرم هیچ مشکلی ندارم، یکم افسردم من فقط. میدونم دیپرشن دارم چون که تست دادم تو اینترنت، میدونم مشکلم چیه. دوست ندارم بمیرم ولی دوست داشتم مرده بودم، نمیدونم، میترسم از همه چی. برای همین فکر میکنم اگه منو بفرستین بهتر باشه، شاید برام خوب باشه. احتیاج دارم به تغییری الان تو زندگیم، هر جا میخواد باشه. زمانی زدیم بگم پیرانه تو بده بالا. خلا شما بیرون باش زدن بزنن. آقایون توجه کنن، اسامی که اعلام میکنن معاف از دست یا معاف دائم یا سرباز شدن. اونایی که معاف دائم شدن میان فیش میگیرن، فیش رو پرداخت کردن میارن همینجا تحویل میدن. آقای مصطفی امامی محافظ رزم، حسن عابدی محافظ رزم، محمد عبدالله زاده سرباز، مشتبه براتی محافظ دائم، تموم شد، ایرج عدودی محافظ دائم، محمد زلطفاری محافظ دائم، رحیم رضایی محافظ دائم، اونایی که محافظ رزم شدن برای خودارش آقا فیش، فیش از کجا؟ فیش واجه بغل مردن، فردا زور به بعد. فردا چرا؟ شلوغی شب جمعه. اون نشد دیگه. باز داری شما حرف خودتو میزنی. چرا؟ از من پول گرفتی اینا رو بگی؟ من پول دادم دست شما که درستش بکنی. نه اینکه با این ریخت و سر و وضعم بیام اینجا بگم شلوغ کنم، نمیدونم قبرتون رو خراب میکنم، زمین رو صاف میکنم، در شأن من نیست. مشکل صاف کردن نداریم. لودر که از ساختمون میاریم، هماهنگ، شما نگران نباش. تنها راهش اینه، نمیخوای پولو برگردونم. پولو که نمیشه برگردون، هزینه کردیم، هماهنگ کردیم کلی. تازه من ادای صاف کردم در میاره مردم بترسن، شوه. یا برم فک و فامیلشون شکایت کنن، اوقاف هم سر و صدا اینا رو بخواد بخوابونه، بیاد پول زمینتو بهت پس بده دیگه. آها این درسته اون وقت. آه اینا پشت ما نیست، این پول خوردن نداره، والا خوردن نداره. الان آه شما که پشت این مرده هاست، این که بدتره. نریزن بگیرنمون. بهتر. همونیه که من میخوام. ولی میشه تو رو گرفت. میپیچه که همه جا. اینجا رو هم از خواب نیاوردی؟ خلان از خواب خوشت نمیاد. آدم حسابی شدی؟ گفتی دو تا سفارش میدادم. از این موش و گربه بازی ها خوشم نمیاد. چرا آمدی تو؟ خالی کن خودتو، ترسیدی؟ آفرین، باریکلا. اومدی ببریم؟ دیرتر میومدی بهتر. یه شب دیرتر. مردم مینداختن به جون امیر و ملیحه. ده
عاطفشون میدادم. بی حساب میشدیم. یه شب دیرتر منم یه نفسی میکشیدم آروم میشدم. یه شب دیرتر فقط. مریضی تو. فهمیدی دنبالتیم. تمومش میکردی. جمع کن بریم. همون دیشب میتونستم جمع کنم برم ولی نرفتم. بدم میاد. آدم فرار نیستم من. پاش واسدم. پای همه چیش. هر چی شد شد. فردا صبح میام. جمع کن بریم ماشین پایینه. اینجوری نبر من. یه شب وقت بده. منو به زور نبر. بدم میاد نبشنم. میدونیم جای شما اینجا نیست خانم میرزایی. مجبور شدیم. بعد کارمونو میکردیم. میدونستی دنبال تیم میتونستی بشینی خونت کاری نکنی. ولی خب مثل این که شما دوست نداری یه چیزایی رو معمولی نیستی. کاری با آدم های معمولی نداریم. چیکار باید میکردیم؟ نه خودمو خستم. دوست دارم این کم استراحت.